توی درس اول آیپادمون من خدمتتون گفتم که توی مور یه عنوانی داریم به اسم شیرد که خیلی عنوان جالبیه و خیلی باحاله. علتش هم اینه که اگر شما توی لایبرری آیتیونز هر کامپیوتری توی خونتون هر چی داشته باشید میتونید از طریق این شیرد اونها رو توی گوشیتون پخش کنید. برای این کار نیاز دارید به 3 چیز. یکی یه اکانت و آیدی اپله که حتما باید کار بکنه و حتما باید فعال باشه. یکی داشتن یه روتر وایفایه که این گوشی شما رو بتونه با اون کامپیوتری که دارید به هم متصل بکنه و با هم شبکهشون بکنه. و یکی هم روشن کردن هوم شیرینگ توی اون کامپیوتر توی برنامه آیتیونزشه. حتما هوم شیرینگتون باید روشن باشه و حتما باید فعال شده باشه، وگرنه این کار نخواهد کرد. یه بخشش برمیگرده این تنظیمات به کامپیوتر شما که تو بخش خودآموز کامپیوتریمون میبینیم، اما اون بخشی که برمیگرده به آیفونتون از سیتینگ شما باید بیاین توی آیپاد. اینجا شما یه عنوانی دارین به اسم هوم شیرینگ. این آیدی که شما اینجا وارد میکنید و این اپل آیدی که شما همونطور که اینجا میبینید تو اخطارش نوشته نیاز داره برای این کار، روی هر کامپیوتر دیگه هم که باشه میاد لایبرری های اونها رو در اختیار شما میذاره. الان با هم دقیقا میبینیم اینجا که چه اتفاق میفته. من میام توی آیپاد و شیرد. حالا اینجا ما میگه که ما یه لایبرری دیگه هم داریم که میتونی ازش استفاده کنی، اسمش کینگه که همون کامپیوتر اصلی منه و فکر میکنم حداقل 70-80 گیگ موسیقی باشه روش. وقتی شما این رو زدین بله دقیقاً کل اینا براتون اینجا میاد و واقعاً میبینید که خیلی یه تعداد وحشتناکی اینجا موسیقی براتون اضافه میشه، تعداد آرتیست ها و سانگ ها و اینا هم که دیگه بماند، دیگه ویدیو هر چیزی که شما تصورشو بکنین الان یه هویی خیلی خیلی زیاد میشه. به طور مثال شما ممکنه الان بخواین موسیقی متن مثلا بورنو گوش کنید و آهنگ مثلا واترلو. خیلی راحت الان شما اینجا اینو میتونید ببینید، خیلی راحت براتون پخش میشه، هیچ مشکلی هم نداره. من جلو هم میرم توی آهنگ که شما ببینید سرعتش هم چقدر خوبه و خیلی خیلی سریع این کار رو انجام میده. یا ممکنه من بخوام توی سیندرلا من یا آهنگ رو گوش بدم، یا مثلا تو فایندینگ نیمو یا آهنگ رو گوش بدم. مثلا فرض کنید این آهنگ رو تو فایندینگ نیمو گوش بدم. مزیت این کار اینه که خیلی ها دوست دارن موقعی موسیقی گوش کردن را برن یا مثلا جا به جا بشن. آیفون یه دیوایس پورتابله، یه وسیله پورتابله، شما میتونید تو جیبتون بذارین و هدفونتون تو گوشتون باشه و خیلی راحت این کار رو انجام بدین. با کامپیوتر خب این کار رو انجام دادن یه ذره سخته. من برمیگم تو پلیلیستم میام تو ویدیوم. حالا ممکنه اینجا فرض کنین یه تبلیغ اسیکس بخوام اینو ببینم. البته جالبه که تو خود کامپیوترم پاک کردم اینو، مثلا ممکنه این بلوفیش رو بخوام ببینم. خیلی راحت میتونم الان اینو ببینم، بیام اینجا مثلا قشنگ خیلی راحت تمام فیلم ها تمام آهنگ ها اینجا الان دقیقا زیر دست منه. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که الان دیگه شما به پلیلیست و به سیستم خودتون دسترسی نخواهید داشت، یعنی دیگه فقط هر چیزی که توی اون هاردر رو میبینید. برای اینکه دوباره برگردید و اون آیفون خودتون به چیزایی که تو آیفون بود دسترسی پیدا کنید، میایین توی مور، دوباره توی شیرد و میگین الان دوباره برو آیفون خودم. البته اگه من درست بزنم واقعا بله بالاخره تونستم بزنم. الان دقیقا این همون سیستم قبلی شد و خیلی راحت من میتونم از همون آیفون خودم استفاده بکنم اگه خواستم. ولی واقعا این شیرد خیلی چیز به درد بخوریه و بارها و بارها احتمالا شما بهش مراجعه خواهید کرد.